سایت افشاگر ویکیلیکس میگوید که دولت اوباما در تلاش برای محروم کردن حق ادوارد اسنودن برای تبعید به یک کشور خارجی است. آخرین گزارش ها حکایت از آن دارد که ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق آژانس ملی اطلاعات آمریکا و برملا کننده اطلاعات سری این کشور، همچنان در بخش ترانزیت فرودگاه مسکو به سر میبرد. همزمان گزارش ها از درخواست پناهندگی آقای اسنودن از 20 کشور جهان و از صرف نظر او از درخواست پناهندگی از روسیه حکایت دارد. معاون وزیر دادگستری نروژ ضمن تایید خبر درخواست پناهندگی آقای اسنودن گفت: مقامات نروژ به صورت تئوریک می توانند به هر کسی بنا به دلایل مربوط به سیاست خارجی پناهندگی بدهند، اما در این مورد خاص من هیچ دلیلی برای اعطای پناهندگی نمی بینم. همزمان وزرای امور خارجه آمریکا و روسیه در حاشیه اجلاس آسیا اقیانوسیه در برونی دیدار کردند، اما وزیر امور خارجه روسیه حاضر به پاسخ به خبرنگاران درباره تصمیم دولت این کشور در مورد ادوارد اسنودن نشد. این دیدار بالاترین دیدار در سطح سیاسی بین مقامات دو کشور پس از عزیمت آقای اسنودن از هنگ کنگ به روسیه در حدود 10 روز پیش است. We will have a chance to talk about a lot of things.